راجبین نبی عزیز، هیچ ایالتی در آمریکا، چون واقعا آمریکا تشکیل شده از 50 کشور، هیچ ایالتی در خود آمریکا اینقدر به دولت مرکزی یعنی دولت فدرال وابسته نیست که جمهوری اسلامی. بکنید تو این 40 سال جمهوری اسلامی این ور رودخونه وایساده، فوش داده به آمریکا، در عین حال نرخ ارز رو آمریکاست که تعیین میکنه، واشنگتن نرخ کالاها آمریکاست که تعیین میکنه، نرخ مسکن، نرخ اتومبیل، دائما هم برای که گاه احساس امنیتی بیشتری خود حکومت بکنه شایعه انداخته که ما داریم مذاکرات محرمانه با آمریکا میکنیم. دستیار محرم آقای خامنه‌ای هم بارها در پروژه های مخفی با ماموران آمریکایی تو عمان دیدار کرده، همه ما در جریان هستیم. خب حکومتی که این همه به آمریکا احتیاج داره، این همه وابسته به آمریکاست، این همه تبلیغ میکنه که ما قراره به آمریکایی ها مذاکره کنیم، چرا اینقدر به آمریکا دشمنی میکنه؟ فکرم دلیل اولش بلاهته و دلیل دومش جزمندیشیست، دلیل سومش انسداد سیاسی است که در جوهر این رژیم هست و در رأسش یک کسی نشسته که هرگز منتخب مردم نبوده، هرگز نتونسته در این مقام رأی مردم رو بیاره. الان هم اگه رفراندوم بگذارن خودشون بهتر از هر کس میدونن مفتضحانه میبازن، خیلی از طرفدارانشون میدونن که مفتضحانه میبازن، حتی اصلاح طلبایی که تلاش در حفظ روایتی از این رژیم دارن اونها میدونن که آقای خامنه ای الان در انزوای سیاسی کامل هست و همین خاطر هر روز بیشتر لبه نچندان تیز انتقاد رو متوجه او هم میکنن، که به نظر من از آغاز باید لبه اصلی متوجه او بود، برای اینکه مرکز این انسداد سیاسی و این جزمندیشی در مورد آمریکا و نه فقط جزمندیشی همونطوری که گفتید همراه با زبونی در زمانی که چاره ندارن، یعنی هارت هورت میکنن، شعار میدن، نهضت حسینی هی راه میندازن، مردم رو به کشتن میدن، افغانی ها رو به کشتن میدن، لبنانی ها رو به کشتن میدن، صدها هزار سوری رو به کشتن میدن، ایرانی ها رو به کشتن میدن، به استیصال میکشونن. بعد وقتی که تنگ میشه اوضاع بر خودشون نه بر مردم، بر خودشون، وقتی دیگه پول ندارن به اجامرشون بدن، اون وقت نرمش حسنی میکنن، نرمش قهرمانانه میکنن، امام حسن میشه تجسم درایتشون. به همین خاطره که 30 چند ساله شعارهای توخالی همراه با مذاکره، در واقع 40 ساله در زمان خود آقای خمینی هم این صدق میکنه، تندترین شعارها رو میدن، بعد پسل پنهون در بدترین شرایط مذاکره میکنن، بدترین شرایط برای ایران نه برای خودشون دوباره، برای اینکه اینها از روز اول واقعا مسئله شون حفظ ایران نبوده. در قانون اساسیشون میگن که مسئله شون بستشی است، یک رژیم ایدئولوژیک، یک رژیمی که در مهمترین نهاد نظامی که ایجاد کرده، این شما نگاه بکنید هیچ نهادی این رژیم به اندازه و اهمیت سپاه که ایجاد نکرده، بقیه رو همه رو از دوران شاه گرفته، بسیج هم در واقع بخشی از همین مسئله است. در عنوان سپاه ایران نیست، سپاه انقلاب اسلامیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. ایران هم در پرچمش گم شده است، هم در عنوانش گم شده است، هم در رسالتش گم شده است و هم در خود قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی. مسئله شون حفظ و گسترش تشیع. من نقد آقای مسکوب رو بر قانون اساسی جمهوری اسلامی میخوندم، البته از ترس اینها، از ترس این اجامری که شما بهش اشاره کردید تو اروپا هستن، با اسم مستعار نوشته بود. شاهرخ مسکوب نقد ملایمش، نقد علمیش بر اسلام رو با اسم مستعار نوشته. یک کسی دیگری که یکی از برجسته ترین متخصصین
نفت ایران که یعنی قانون، یعنی شاید برجسته ترین قانون حقوقدان نفتی ایران بوده فؤاد روحانی، وقتی که میاد در مهاجرت اون یک تفسیر مانندی از قرآن می‌نویسه، اول به فارسی، تفسیر نیست، تقسیم بندی آیات، آیات قرآن در مورد زنا اینه، در مورد مثلا حج اینه. کار درخشانیه، ترسیده به اسم خودش چاپ نکرده، هنوز به اسم فؤاد روحانی هم به انگلیسی نوشته هم به فارسی، چاپ نشده. ولی اونجا مسبوب قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نقد میکنه و واقعا دقت و حوصله نشون میده که اصلا مسئله اینا ایران نیست، در قانون اساسی مسئله شون حفظ و گسترش اسلامه. به همین خاطر توی این مقاطع در این 40 سال هی شعار ضد آمریکایی دادن، هی وقتی که دیگه علاج نداشتن از ترس یه قرارداد ترکمنچای بستن. دقیقا ماجرای گروگانگیری رو همینجوری پایان دادن، گروگانها رو که به شکل غیرقانونی گرفته بودن، با شعارهای احمقانه گرفته بودن، با سیاست ابلهانه گرفته بودن، با قانون شکنی گرفته بودن، به ایران صدها میلیارد دلار صدمه مستقیم و غیر مستقیم زده. بعضی از اینها مطالعه شده، خود یکی از وزرای رفسنجانی در زندان به آقای عمویی گفته که خاطرات زندانش در اومده که بهای گروگانگیری برای ایران از اون زمان تا 2005 600 میلیارد دلار بوده. یک چنین بلاهتی کردن، خیلی از اون کسانی که این بلاهت رو کردن الان از مردم طلبکار هم هستن، که اسم خانم ابتکار، که به غیر از بعضی هاشون که اومدن گفتن ما اشتباه کردیم، رفتن نشستن کنار، اونایی که کماکان دفاع میکنن روشون هم زیاده، یه چنین سیاست رو انتخاب کردن. اینها البته اون زمان جوان بودن، بچه بودن، عقلشون شاید نمیرسید، حتما نمیرسید، ولی آقای خامنه ای، آقای خمینی و آقای رفسنجانی که عقلشون میرسید، اونها چرا از این سیاست دفاع کردن؟ بعد انقدر پر روی کردن، انقدر معامله نکردن تا وقت دیدن ریگان داره میان و ترسیدن از ریگان، ترسیدن از قبل از اینکه ریگان سر کار بیاد، قبل از اینکه ریگان انتخاب بشه، پس پنهون در اسپانیا، در پاریس با نماینده آقای خمینی مذاکره مستقیم کردن که گروگانها رو بعد از کارتر آزاد بکنن و در ازاش باج بگیرن. قضیه جنگ همینطور، شعارهای تو خالی دادن، شعارهای احمقانه ضد آمریکا دادن، آمریکایی که داشت نقشه های به اصطلاح نحوه آمادگی نیروهای عراق در مرزهای ایران رو به ایران میداد و به ایران هشدار میداد که این مرتیکه جانی داره تدارک حمله به شما میکنه، بعد از گروگانگیری خیلی زود اون نقشه های ماهواره‌ای رو دیگه به ایران نمیدادن، به عراق میدادن. در قرارداد با عراق، در جنگ با عراق در 1982-83 دقیقا همین کاری کردن، میدونستن ادامهش میسر نیست. این فیلمی که آقای باستانی درست کردن اونو نگاه بکنید ببینید کی میدونستن فرماندهان سپاه، و ببینید در اون فیلم و در نواری که ازش در اومده چندین صد هزار ایرانی در این دورانی که ابلهی مثل فرمانده اون زمان رضایی رأس کار بوده، ببینید چند صد هزار نفر رو به کشتن دادن. اینها ارقام خودشونه، اینا فرماندهان خود سپاه هستن که بهش میگن مرتی که تو نمیفهمی، تو اصلا نمیدونی گلوله از کدوم طرف تفنگ در میاد، چطور تو میتونی فرمانده باشی؟ 6 سال دیگه جنگ رو ادامه دادن، بعد از اون بعد جام شکران رو خوردن. قضیه اتمی همینطور، هی توپ زدن، هی تشر زدن، هی تهدید کردن، هی دروغ گفتن، بعد
وقتی که چاره ای نداشتن یه ترکمنچایی به اسم برجام امضا کردن. بعد دوباره ترامپ آمد گفت ما از برجام میریم، خامنه ای گفت شما از برجام برید پاره کنید ما آتیشش میزنیم. ترامپ رفت برجام رو هم منقضی کرد، شدیدترین تحریم ها رو هم کرد. چیکار شما تونستیم کنید؟ تا مدت تو برجام موندید، فکر میکنید مردم یادشون نیست؟ تو برجام موندید برای اینکه چاره ای دیگه نداشتید، برای اینکه دست گدایتون به چین دراز بود، به روسیه دراز بود و به اروپا دراز بود و اونها بهتون گفته بودن که اگر از برجام برید دیگه ما با شما معامله‌ای نمیتونیم بکنیم. حالا برگشتید، منتظر این هستید که تیم بایدن برگرده و شاید از این ماجرا گشایشی در کار شما پیدا بشه و اونم دوباره نه گشایش برای مردم، برای اینکه قطعا وقتی که برجام امضا شد پول دستتون اومد، همه میدونن بخش اعظم پول رفت به سوریه و لبنان و عراق و به سپاه در داخل و سپاه قدس و بسیج و آقازاده ها و خانمزاده ها و دختر خاله و قالیباف ها و این هاست که الان هم مردم رو هم رژیم رو دنبال کنندگان دقیق انتخابات بایدن بود. من چندین جوک و نوارهای درخشان دیدم از این که مثلا مردم فلان شهر فیلادلفیا رو با چه دقتی دنبال میکنن ببینن اونجا کی میبره. 20 سال پیش اصلا کسی توجهی به این که انتخابات در آمریکا در این حد، مردم هم میدونن که این رژیم اگر گشایشی در کار بشه برنده اصلی حداقل در کوتاه مدت خود رژیمه، ولی بعض مردم هم اونقدر مستعصله، اونقدر وضع اقتصادی بده، 60 میلیون به گفته خودشون زیر فقر هستن. اقلام رو نگاه بکنید، قیمتها رو نگاه بکنید، حقوق بازنشسته معلم 1 میلیون، کارگر اگر تمام وقت کار بکنه، تمام وقت کار بکنه 1/3 سطح فقرم حقوقش نیست. وقت تو این شرایط تصاویر جدید نوه آقای خمینی در اومده با لباس‌های آنچنانی، فلان آقازاده در اومده با ماشین آنچنانی، فلان خانومزاده در اومده با خانه های آنچنانی در اروپا. یعنی اینه که یه استیصالی هم در رژیم برای حفظ موقعیت خودش و هم در مردم برای امرار معاش ساده به وجود اومد و به همین خاطر فکر کردن انتخابات آمریکا ممکنه موفقی بشه. تشکر می‌کنم. دوستم دانی عزیز، صحبت از ریختن به سفارت آمریکا شد. خب از شما سوال کنم، چون روایات مختلف بود، واقعا جرقه رو کی زد؟ کی این تخم لق رو شکست؟ نفر اول کی بود؟ داریم اطلاعاتی؟ یعنی سندی هست در این مورد؟ من ندیدم که دقیق معلوم بشه که جرقه اول رو کی زد. روایاتی شنیدم که بعضی از این دانشجوها با هم مذاکره میکردن و تصمیم گرفتن برن سفارت آمریکا رو بگیرن. از هر دانشکده ای دو سه نفر، از هر دانشگاه دو سه تا از بچه های اسلامی دو آتیشه رو دعوت کرده بودن و اونها تصمیم میگیرن. ولی با شناختی که امروز آدم داره از ساخت جمهوری اسلامی و چطور نیروهای اسلامی، بچه های به اصطلاح انجمن اسلامی که در اون زمان رکن رژیم بودن، الان خیلی از انجمن های اسلامی منتقد رژیم هستن، چقدر هر کدوم از اینا به یه آخوندی بس بود و بدون فتوا و بدون اجازه خمینی هرگز چنین کاری دست نمی زدن. برای من مهمم نیست که کی جرقش رو زده، حتما یه روزی معلوم میشه، من حداقل تا به حال اطلاع دقیق ندارم، ولی مهم نیست هر کی جرقش رو زده باشه، مسئول اصلیش شخص شخیص آقای خمینی است. وقتی یه جوان حتی اگر جرقش رو خود جهالتشون زده بود،
حتی اگر جرقش و حزب توده زده بود برای اینکه میخواست ایران رو با آمریکا به در بیندازه، یا مجاهدین زدن که در اون زمان آشکارا طرفدار مقابله به قول خودشون با امپریالیسم بودن، هر کی زد در هر جامعه 40 میلیونی اون زمان جاهل خیلی زیاده، آدم جاهل خیلی زیاده، هر غلطی که جاهل میکنه که رهبری مملکت نمیتونه بگه باری کلا بریم، اگر رفتن و گرفتن و غلط زیادی کردن وظیفه آقای خامنه‌ای بود، وظیفه دولت بازرگان بود که بیاد قاطع بگه این کار غیر قانونی، بیاد بیرون، اگه نرید بیرون همین سپاه رو میفرستیم که کنه تخته کنه، همون کاری که با چپی‌ها کردن وقتی چپی‌ها رو سعی کردن برن در بار اول سفارت رو بگیرن. ولی آقای خمینی چیکار کرد؟ فکر کرد که از اون میتونه علیه بازرگان استفاده بکنه، از اون میتونه استفاده بکنه برای اینکه قانون اساسی ارتجاعی ولایت فقیه رو به مملکت تحمیل بکنه، میتونه استفاده بکنه برای اینکه همه قدرت ها رو عملا به دست طرفداران خودش آخوندها قبضه بکنه، گفت برید این انقلاب دومه، از انقلاب اولا مهمتره. و هر چه بازرگان بعد بنی صدر بعد قدزاده هر چی اینا سعی کردن یه راه حلی پیدا بکنن جلوش آقای خمینی با کمک آقای خامنه‌ای و با کمک آقای رفسنجانی گرفت. آقای رفسنجانی بعدا خیلی سعی کرد که بگه ما باید رابطه اونو عادی بکنیم، ولی در اون زمان که نزدیکترین مشاور آقای خمینی بود، اون زمان که خامنه‌ای آدم دست دوم بود در دوروبری آقای خمینی، رفسنجانی بود که همه کاره بود، بعد عملا همه کاره بعد از آقای خمینی بود دیگه. یک کلام نگفتم، از بازرگان دفاع نکردم، بازرگان مجبور شد به استعفا. به همین خاطر برای من واقعا مهم نیست جرق برای کی زد و اطلاع هم ندارم، ولی مسئولیتش میدونم به عهده کیه، مسئولیتش به عهده‌اش اول از همه بیش از همه آقای خمینی است. او بود که باید میامد میگفت این کار خلاف قانونه، خلاف عرف بین المللی. کجای دنیا میرن دیپلمات رو زندان میکنن؟ جمهوری اسلامی البته. کجای دنیا دیپلمات ها به عنوان عوامل ترور استفاده میشن؟ رژیم های مثل عراق، مثل شوروی در دوران استالین، جمهوری اسلامی، ببینید چند تا از ترورهایی که اینا در اروپا کردن، یکی از دیپلمات ها به اصطلاح دیپلمات هاشون درش درگیره. کافر همه رو به کیش خود پندارد، چون خودشون بعضی از دیپلماتاشون جاسوس بودن و رابطه تروریست بودن و عامل تروریست بودن، فهم کردن سفارت آمریکا هم فقط عامل تروریسته. البته اول بار که لانه جاسوسی برای سفارت آمریکا استفاده شد، اون رو من فکر میکنم میتونم بگم که اون در دوران مصدقه و توسط حزب توده اعلام شده. در تظاهراتی که حزب توده برای سیه تیر بعد از سیه تیر میگذاره، به تظاهرات گسترده ای، اونجا خواستار یکی از رهبران حزب توده، من در کتاب نگاهی به شاه اسمش هم گفتم که کی بود، میگه ما این لانه جاسوسی رو باید ببندیم. واژه لانه جاسوسی فکر کنم اول بار توسط حزب توده در مورد سفارت آمریکا به کار گرفته شد. 30 سال بعد آقای خمینی بل گرفت و گفت که اینا مرکز جاسوسی هن. انگار اصلا نمیدونن کار سفارت چیه. هر گزارشی که اینا تهیه کرده بودن گفتن اینا عامل جاسوسی هن. ببینید در مورد وضع اقتصادی ایران نوشتن. خب بیخردا، سفارت چی کار میکنه مگه؟ آیا در سفارت آمریکا عامل CIA بود؟ قطعا بود. آیا در سفارت آمریکا جاسوسی میشد؟ قطعا میشد. ولی سفارت آمریکا مرکز فقط جاسوسی نبود، سفارت بود. همونطور که در سفارت شوروی هم میشد، سفارت انگلیس هم میشد، سفارت های خود شما در هر جایی که راه انداختید میشه، بخشی از عرف دیگه. ولی بعد اومدن اسناد رو گرفتم، دوباره میدونید مهم نیست جرقه رو کی زد، مهم اینه که بعد از اینکه جرقه زد با این آتش اینو چیکار کردن. اسناد دستشون افتاد،
اسناد چیکار کردم؟ قطر چیکونی استفاده کردم برای اینکه متحدین سابقشون رو بزنن. عباس امیر انتظام رو که به دستور مستقیم دولت ایران با آمریکایی‌ها مذاکره کرده بود به جرم جاسوسی گرفتن، 20 سال زندان کردن. خاطراتش رو بخونید ببینید چه بر سر این عباس امیر انتظام آوردن. فقط به لحاظ این که توی سندی پیدا کردن که این با فلان کس مذاکره کرده، اسناد مذاکرات خود آخوندها با آمریکایی‌ها رو همه رو پنهان کردن. فقط ما وقتی از اون اسناد خبردار شدیم که در غرب چاپ شد. خود اونها که اینا رو داشتن میدونستن، خودشون که میدونستن مذاکره کردن. بعد لیست در می آوردن جاسوسان آمریکا، هر کسی یک شب رفته بود در سفارت آمریکا شام خورده بود، به عنوان جاسوس آمریکا متهمش کردن. یعنی دنبال جرقه رفتن مهمه. از لحاظ تاریخی باید فهمید که این جهالت رو اول کی کرده، این بلاهت رو کی اول کرده. ولی اون کسی که این جهالت و این بلاهت رو به عنوان انقلاب دوم بر ملت ایران تحمیل کرد و به زور پاش وایساد تا وقتی که سمه پرزور ریگان رو دید و اون وقت جا زدن و آزاد کردن و یک قرارداد ترکمنچای بستن، اون شخص آقای خمینی مسئول اونه. قراردادی که اینها در مورد پایان گروگانگیری بستن، من اون وقت این بخت رو داشتم که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس میکردم. استادای دانشکده حقوق دانشگاه تهران یه اعلامیه دادن علیه این قضیه. آقای دکتر ناصر کاتوزیان که یکی از برجسته ترین حقوق دانای ایران بود، در تنظیم اون نقش اساسی داشت. گفتن طبق قانون اساسی آقای نبوی حق نداره چنین قانونی امضا بکنه. میگه قرارداد بین المللی است، باید بیاد مجلس. نمیخواستم بیاد مجلس برای اینکه در مفهوم واقعی ترکمنچای بود. ایران رو وادار میکرد، ایران رو وادار کرد میلیاردها دلار در دادگاه لاهه به شرکت‌های آمریکایی، شهروندهای آمریکایی که هر ادعایی علیه ایران داشتن پول بده. اگر معلمی در ایران آمریکایی استخدام شده بود و قرارداد 5 داشت و بعد از 1 بیرونش کردن، حقوق 4 رو گرفت. اگر خانواده‌ای در ایران ملک داشت، اسمامیش هم میتونم بگم، بعضی از اینا رو در آوردن، خانواده مثلا فلان وزیر، خانواده فلان سرمایه‌دار، بخشی از اموالش رو در زمانی که در ایران بوده به یکی از فرزندانش واگذار کرده بود، اون فرزند شهروند آمریکا بود، او حق داشت پول بگیره. میلیون‌ها دلار اینجوری به این افراد پول دادن. شرکت‌های آمریکایی، بانک‌های آمریکایی، ایران میلیون‌ها دلار اونجا وام گرفته بود که در اون زمان بهره مثلا 1% ایران میداد. بهره زمان کارتر یادتون باشید 20% بود. ایران رو مجبور کردن تمام اون وام‌ها رو بده. در واقع یک زیانی بود که ایران متحمل می‌شد. ابعاد اون قرارداد واقعا ترکمنچای اوله. اولین ترکمنچایی است که این رژیم امضا کرده. برای اینکه طبق یک روالی که بعد شد سنت اینها، هارت و هورت میکنن، تشر میزنن، فلان میکنن، بعد پسل پنهون هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. من اون وقت ایران بودم، شاید شما اون وقت ایران بودید، تو جاده ها مینوشتن تا قزوین مثلا 120 کیلومتر تا بیت المقدس 2000 کیلومتر. یعنی ما میریم بیت المقدس رو میگیریم. در همون زمانی که این اعلام ها رو میزدن، پسل پنهون با اسرائیل مذاکره کردن و به کمک اسرائیل اسلحه گرفتن. من خوشحالم که اسرائیل به ایران اسلحه داد، برای اینکه اون اسلحه باعث شد که ایران بتونه حداقل این صدام قاتل رو از ایران دفع بکنه. من از اون خوشحالم. ولی ریاکاری اینها اثر رو منشمسه. تشکر.
تشکر میکنم دکتر میدان. دکتر میدانی عزیز، یکی از دوستان ما که من ازش خواهش کردم این از یه تحقیقات حتما برای شما بفرسته، بعد اندونزی بود آمده به کانادا، این متخصص رشته آمار، رفته دانش آموخته رشته آمار، رفته بررسی کرده زیانهایی که پاری از رهبران دنیا ببینش، رهبران مخبت دنیا به من میکرد چون وارد کردن در دوره ای که خوکران بودن، همه رو گرفته بررسی کرده ببینه اینا در دوره ای که در مملکت خوکرانی میکردن چه خسارات و چه زیانهایی مالی معنوی به مردمان خودشون وارد کردن، و همشون خیلی هستن از جمله پدر همین کیم یونگ اون رهبر کره شمالی و آقای مادورو، آقای ایدی امین، خیلی فرست ایدی امین رو انتخاب، آقای موگابه ایدی امین رو انتخاب کرده به عنوان بدترین، که خیلی هم بدنام محاسبه کرده اگر ایدی امین در به صلاح هدایت ایران رو مقتدا داشت توی این 40 سال، این همه خسارت به ایران وارد نمیشه، وضعیت ایران خیلی بهتر. من هم اشکرم تصور بکنم که شما ببینید با عدد و رقم بله ببینید، یک من اون تحقیق که خود دولت رفسنجانی کرده بود و روایتش در خاطرات زندان آقای عمویی هست، اونو یه طرف، یه نفرم هم همین اخیراً آقای حقیقی یه تحقیقی کرده در مورد زیانهایی که به ایران وارد آمده در مورد در نتیجه این سیاست اتمی پربلاحت اینها. میگم پربلاحت برای اینکه به نظر من، مقاله هم در این مورد نوشتم با یکی از برجسته ترین فیزیکدانان آمریکا آقای سیکاکه، و در اونجا ما بحث کردیم که هم در دوران شاه به گمان ما، هم در این دوران ایران اگر واقعا بمب اتم نمیخواست، که هی میگفتن هر دو رژیم میگفتن، چون البته با صراحت بیشتری میگفت اگه کسی این دوره بر بمب بسازه ما بمب خواهیم ساخت، اینا دائم میگن که نه ما نمیخواهیم بسازیم، خلاف شرع ماست، آقا فتوا داده، از این حرفایی که میزنن، که اگر واقعا نمیخواستی اصلا نباستی میرفتن طرف غنی سازی، ولی رفتن، هم اون دوران شاه رفتن هم این دوران، ولی این دوران به جوری رفتن که بهاش برای ایران بر اساس این محاسبه‌ای که این شخص کرده با اطلاع از به اصطلاح هم خرج مستقیم هم فرصت‌های از دست رفته، میگه دست کم 2 تریلیون دلاره، یعنی خرج مستقیم، پولایی که به روسا دادن برای اینکه این تکنولوژی قرن آغاز قرن بیستومی رو به ایران جا بندازن، هنوزم به اصطلاح استفاده اقتصادی نرسیده، و فرصت‌هایی که از دست رفته، سرمایه گذاری‌هایی که نیومده، ناتوانیشون در استفاده از مثلا میدان گاز، قطر 40 میلیارد برده، ایران بایستی حتی بیشتر از اون میبرده، مثلا 3 میلیارد برده، اینا رو همه رو نشستن حساب کردن، 2 تریلیون دلاره. اون 600 میلیارد رو با این 2 تریلیون دلار گله هم بزنی، من نمیشناسم رژیمی که حالا در کشورهای غربی رو صحبت نمی کنیم برای اینکه اونجا به هر حال هیچ کسی این همه قدرت نداره که بشینه اون بالا، رأی هم به مردم بهش ندادن، حق عزلش هم ندارن، اون کسانی که تو قانون اساسی حق عزلش رو داشتن همه رو خودش انتخاب کرده، و یه سری آورده اونجا نشونده که میگه نه بابا ما که اصلا حق دخالت نداریم، ما سرباز ایشون هستیم، مصاحبه هم نمی کنه، یک بار هم در دوران رهبری با یک روزنامه نگار جدی یا حتی نیمه جدی جمهوری اسلامی، حتی این بازجو روزنامه نگار جمهوری اسلامی باشون مصاحبه نمیکنه، اون تصمیم گرفته که مذاکره من کردم، حالا خودش 10 بار مذاکره کرده، پسل پنهون نماینده شو فرستاده در عمان با سلطان قابوس، با آمریکایی‌ها، با همین آقای برنز که شاید مقام برجسته‌ای در این دوران جدید بشه مذاکره بکنه. من از قول خود برنز شنیدم روایت این مذاکره، بعضی از روایت این مذاکرات رو، مذاکرهش رو با جلیلی. خب این پسل پنهون این کارا رو میکنن، بعد شعار هم میدن که من تصمیم گرفتم که
به چه حسابی شما چیکاره مملکت هستی که مملکت رو به آستانه ورشکستگی کشوندی؟ هر وقت خودت میخوای پسل پنهون مذاکره میکنی، ولایتی رو میفرستی به روسیه، قالیباف رو میفرستی یا فلان رئیس سابق مجلس رو میفرستی با چین مذاکره بکنه، بزرگترین قرارداد اقتصادی 100 سال اخیر ایران رو در طبق استیل سال بذاره به اختیار چین، به هیچ کس هم نمیگین؟ به مجلس استصوابی مفلوک خودتون هم نمیگین؟ به چه حسابی شما این کار رو میکنین؟ به چه حقی؟ کی به شما حق داده که برای تمام ملت ایران اینجوری تصمیم بگیرید و این همه ملت الان در مرز استیصال باشن؟ در یک شهر در یک ماه اخیر 5 دختر از استیصال و از درماندگی خودکشی کردن. آبان الان، ما در ماه آبانیم، پارسال در آبان شما چند نفر رو کشتید؟ خودتون میگید 300 تا. عفو بین المللی میگه 400 خورده ای، روزنامه های آمریکایی میگن 1500. الان یک محقق ایرانی در اومده میگه که تعداد مرگ و میر ایران در اون سال نسبت به سالهای 4 سال قبلش 8000 تا بیشتر شده. اینا از کجا اومده؟ بیاید جواب بدید. 7000 نفر هنوز در زندان هم. ببینید با نوید افکاری چیکار کردید. ببینید با من پدر این پور، مادر پوریا رو میدیدم در یکی از این برنامه ها، واقعا گریم افتاد، شرمم اومد که من در این روزگار زندگی میکنم که یک چنین حکومتی چنین بلایی بر سر مردم میاره. تازه اینها بلاهای دانسته شده شه. اون میلیون ها ایرانی افسرده شده، حالت دق کرده، میلیون ها ایرانی معتاد شده، میلیون ها ایرانی مهاجر شده، میلیون ها زنی که ول کردن، تحصیلات رو ول کردن یا بعد از تحصیلات کار رو ول کردن برای اینکه رژیم زن ستیزی رأس کاره، اونهایی که بهشون اسید پاشیده شده، اونهایی که الان در زندان هستن، خانم ستوده که در زندان کرونا گرفته، خانم نرگس محمدی که چند سال در زندان، اینا آقای سلطانی، اینا گناهانشون چی بوده؟ اینا وکیل بودن. کجای دنیا وکیل رو این بلا رو بر سرش میارن؟ گناه خانم ستوده چی بوده؟ این دختری که دخترایی که الان در زندان هستن دارن هر روز، فعالین مدنی دانشجوی دانشگاه تهران هر روز یک حکم جدید براشون میارن، یک قاضیان قاضی که اسمشون نمیشه گفت واقعا جانی هن اینا، که یه دختر جوان درخشان دانشجوی دکترای دانشگاه تهران رو به جرم اینکه به یک زن بازجوی خبرنگار شده گفته تو بازجوی خبرنگاری، دارن میبرنش دادگاه، دوباره بسش 8 سال حبس بکشن، 10 سال حبس ببندن. اینها میدونید بحران عظیمی در ایران ایجاد کرده و اینها انگار نه انگار پشت 1000 حائل قائم میشن. واقعا یه تصویری من دیدم، اون تصویر جمهوری اسلامیه، یکی از تصویرهای گویای جمهوری اسلامیه، یه سالن بزرگ، آقای خامنه اون گوشه تک تنها نشسته، ماسک هم زده، این ور به اندازه یه سالن فوتبال اون ورتر، یه نفر بالای منبر رفته، بالای منبر هم نیست، از این مده هاست، پا منبریه، داره روزه میخونه. بعد ملت ایران باید برن سر کار، مترو بچپن تو هم، تو آمل 3000 نفرشون رو بیارن برای اینکه برای بزرگداشت فلان کشته جشن برگزار کنن، در مشهد 1000 نفر رو بیارن بیعت مجدد با امام بکنن. مردم هم دم تیغ کرونا میدن. ارقام کرونای امروز رو بخونید. تنها کشوری که تعدادش از ایران بیشتر الان متاسفانه آمریکاست. و اینجا هم یه مقداری ول کردن الان بحران انتخابات، ولی اینکه کوچکترین دفاعی برای مردم ایران نداشتید. هرچی هم که پول دوا خودتون به گفته خودتون
پول دوا گذاشتید مردتون آقازادهاتون دزدیدن خوردن میلیاردها دلار خارج کردن برای خرید اجناس به خودی خودتون در مجلس خودتون رئیس جمهور بی کفایت خودتون خودتون میشینید اونجا در برج آج پشت هزار و یک حائل بعد به ملت بگید برو لنگش کن برو زندگیتو در بیار من نه پولشو داریم نه جرأتشو داریم که شهر رو ببندیم هی هر روز ارقام بالاتر میره کشته شدگان بالاتر میره سال آینده شاید تنها راهی که بشه فهمید ارقام واقعی کرونا چیه از همین شگردی است که آقای ملکی استفاده کرده تعداد کشته شدگان جواز دفن چهار سال قبل رو دیده جواز دفن اون سال هم دیده 8000 تا اضافیه بیاین توضیح بده اینا کیه اگه کشته شدگان نیستم بیاین توضیح بده اصلا احتیاجی نمیرن توضیح بدن احتیاجی نمیرن بگن تا به حال چند نفر در زندانه الان چند نفر در نتیجه اعتراضات آبان پارسال زندانه آگه یک نفر از اینا به خاطر بلایی که بر سر نوید افکاری آورد یا بر سر بختیاری آورد یا بر سر نرگس محمدی آورد نوریزاد آورد یک نفر از اینا تا به حال کیفر دیده همشون ارتقای درجه پیدا کردن یکی شده رئیس قوه قضاییه اون قاضیه نمیدونم مقیسه است هر چیزی که هست دوباره بهش ارتقای درجه دادن پرونده زندگی رو میخوندم آقای صادقی یه چیزی نوشته بودن میخوندم با جزئیات نوشتن این چه واقعا حیوان انسان که نیست کسی که این بلاها رو بتونه بر برجسته ترین جوانهای مملکت در بیاره یک نفر از اینایی که این بلاها رو بر سر مردم آوردن کیفر دیدن مگه اینکه بیان اروپا اینجا بگیرنشون و شاید در سوئد شاید در آلمان بشه این مجرمان علیه حقوق بشر رو بازداشت بکنن و در یک دادگاه محاکمهشون بکنن نمی کنن حالا هم دیگه کم کم یاد گرفتن درم از ایران نمیرن دیگه فقط میتونن برن سوریه و عراق هم فکر کنم به زودی دیگه نمیتونن برن سوریه و شاید لبنان و روسیه و چین تنها جاییست که اینا میتونن برن و در مزان کیفر حقوق بین المللی نباشن تشکر میکنم حضرت میلانی عزیز به نظرم صدای رسای فضیلت دیگه آقای میلانی رفته درس خونده این مقام رو پیدا کرده فقط به خاطر که به من میکردش خدمت بکنه میتونه بیان بکنه میشه گیرد میهن ماست بعضی وقتا در این رسانه ها استادان این میبینم الکن آفگت طلب انگار مردم ایران رو کره زمین وجود ندارن نمیدونم احساس بدی به من دست میده نمیخوام چیزی بگم توهینی بکنم ولی واقعا دلم میشکنه شما فرزندان من بکتید یاد بگیرید آجه چون میدارید چقدر خوبه که هستید خیلی ممنونم از شما متشکرم باید رفت زحمت بکنم با اجازه برای کلاس هم آمدید تو بدونم کلاس دارید ممنون داشتم میدارید عزیز تا برنامه آگرده ممنون سپاس بذارم